ز بس گرفته دلم بر من این جهان تنگ است، نه آسمان که زمین تیره و زمان تنگ است. سپیده خنجر و خورشید تشت پرخون است، شفق چو خون سیاووش و آسمان تنگ است. شبان تیره هم از ماه و اختران خالی است، افق چو خیمه کوتاه و کهکشان تنگ است. مرا به باغ بهشت در برند پیش نظر، به سان حوصله ام باغ و بوستان تنگ است. بلای جان قناری است میله های قفس، چگونه بال گشایم که آشیان تنگ است. به خاک غیر چه الفت مرا در این قربت، دلم برای تو ای خاک اصفهان تنگ است. تمام خاطره های جوانیم خفته است به سینه تو، که نصف جهان برام تنگ است. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به رزمندگان راه آزادی ملت ایران در برابر سیاهکاری ها و ددمنشی های مشتی از ایران بریده و از خدا بریده، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو می آغازم. چامهری که در آغاز برنامه شنیدید از دکتر محمد سیاسی بود. هفته گذشته زمانی که من برگشتم به دفتر، چند پیام برای من گذاشته شده بود، چند تاش پرسش بود و یکیش برای من خیلی جالب بود. ما عجب ملتی هستیم، به راستی شگفت‌انگیزیم. اگر 20 سال برنامه اجرا بشه و این پرچم در اینجا باشه و پرچم به سینه من باشه و پرچم پشت سر من باشه، نه خانوم ها نه آقایون هیچی نمیگن، وا ویلا که یک روزی پرچم نباشه. تلفن میشه آقا پرچم چرا نذاشتین؟ اصلا گوششون، حواسشون، توجهشون به مطالبی که گفته میشه در این برنامه نیست. حواسشون برای این نیست که چه خرده‌ای بگیرن، چه ایرادی بگیرن. داستان پرچم در کنار گوینده گذاشتن هم به 10 سال پیش برمیگرده که من و یکی دیگر از دوستان در NITV موقعی که سخن میخواستیم بگیم پرچم گذاشتیم. حتی برخی از همکاران، برخی از مردم تلفن کردن آقا مگه اونجا سازمان ارتشیه، چرا پرچم میذارین؟ شما یه تلویزیون سیویل هستید، یه تلویزیون شخصی هستین، نه نظامی توتونه نه هیچی، چرا پرچم میذارین؟ گفتیم پرچم مال همه است و ما برای اینکه نشون بدیم در کشور بیگانه هم یاد کشورمون هستیم اینو میذاریم. در ضمن چون اونها یه نشان خرچنگی رو انداختن وسط پرچم، ما اومدیم شیر خورشید رو میذاریم که فرق ما با اونها معین شه. حالا چنان عادت کردن یه بار حالا یا گوینده توجه نکرده، یا خود من توجه نکردم، یا آقای وارتان توجه نکرده، یا کسی دیگه ای توجه نکردم، یه بار پرچم نبوده. چی شده؟ اصلا توجهی به چیز دیگه ندارین؟ چرا پرچم نذاشتین؟ حالا همون بانو یا همون آقایی که اینو میگه، باور کنید چون اسمش رو نمیگم و نمیدونم اسمش هم چیه، میهن پرستیش به اندازه ما نیست.
اگر در ایران ناگهان حوادث جدیدی رخ بده که ما ناگزیر شیم بیایم اینجا و از 11 شب تا 5 بامداد بنشینیم و سخن بگیم، اون بانو و یا اون آقا خوابیدن. چقدر ما ملت متوقعیم، چقدر ما ملت خردگیر هستیم. خب اینها را آدم میبینه، میبینه که تمام کسانی که میان به عنوان رهبری و پیشوایی ملت ما قرار میگیرن، اگر اندکی آزادی بدن و اندکی به مردم برسن و اندکی افشان میدن، 1001 خورده بهش میگیرن، 1001 تحکم بهش میکنن. و همین مسائل از یک طرف، اینا اصل جامعه شناسی داره، و گروه متملق هم از طرف دیگه اون آدم رو به جای دیکتاتور میرسونن که صدای کسی رو بزنه تو سرش. و اگر کسی این کار نکنه، اون وقت خردگیری ها شروع میشه. چرا اون آقا اون شب اونو گفت؟ چرا در اون مراسم این کار کرد؟ چرا جام شراب ورداشت؟ چرا؟ آقا برسید به اصل مطلب. جوانای شما تو ایران دارن خون میدن، 7-8 ماه دارن با گرگ ها می جنگن. گرگ هایی که آدم کشی براشون تفریحه، گرگ هایی که رنگ خون رو دوست دارن، دارن با اونا می جنگن. یه دونه پرچم دستشون نیست. چرا پرچمو بغل نداشتین؟ بانوی گرامی، سرور ارجمندی که این خورده رو گرفتین، آیا تو یک دلار به این تلویزیون کمک کردی؟ نکردی. برای اینکه اگه این تلویزیون رو دوست داشتی کمک می‌کردی، و چون تلویزیون رو دوست داشتی یک بارم میگفتی خب پرچم نیست توجهی ندارم. موظف نیستیم ما پرچم بذاریم، ما ایرانی هستیم، داریم فارسی حرف میزنیم، رو سینمون پرچمه. به هر روی بسیار اندوه انگیزه که برخی از، البته برخی چون آدم های قدشناس هم زیاد هستن، برخی از ما چنان بیمنظوریم که اگر ده ها بار کار خوب بشه، صد ها بار کار خوب بشه، یک بار یک لغزشی باشه، اون رو تو سر ما میکوبه. از پیام هایی که پس از رفتن به دفتر من گرفتم، پیامی بود که یک سروری که حتما ارتشی بوده، نمیدونم اگه ارتشی هم بوده باید این معنی ها رو بدونه، ولی به هر روی پرسش هایی کرده، من در اینجا میگم. چند واژه رو پیام گذاشته بود و معناش رو خواسته بود، برخیش هم جالبه اتفاقا روشنگری بشه. پرسیده بودن سرباز یعنی چی؟ خب در اینجا یه نکته ای رو من بگم. در زبان فارسی باز سه معنا داره. یکی به معنای عقابه، باز، که شهباز هم داریم. پس باز یه معنیش پرنده شکاریه. معنای دومش واز بودن، ضد بسته است. بسته ضدش بازه. معنای سومش و کاربرد سومش ریشه مصدر، ریشه کارواژه باختنه. در چند برنامه پیش گفتم که مصدرها یا کارواژه های ریشه دار دارای دو شاخن، دارای دو ریشن، ریشه گذشته، ریشه اکنون. نمونه آوردم، دیدن ریشه گذشته است، بینیدن ریشه اکنونه. من دیدم، من میبینم. باختن و بازیدن هم که دو ریشه یک کارواژه است به نام کارواژه باختن. فلان کس پریروز در قمار $1,000 باخت و پرویز خیال داره امشب بره قمار بازی کنه. اینجا بازه، اونجا باختنه. بر این پایه سرباز یعنی کسی که سر خودش رو در راه میهن میبازه، نه اینکه سرش بازه. سرباز یعنی کسی که
برای سرباختن آماده است در راه میهن. یعنی این بزرگترین بایسته یک ارتشی است. به همین دلیل به همشون از سرباز پایین ترین رده در ارتش تا ارتش بود همه اینا سربازن، اونتا رده های گوناگونی درش هست. پرسش دومش اینیست که سروان یعنی چی؟ خب این پرسش یه جستار تازه رو باز میکنه. در زبان پارسی میانی یعنی پهلوی ساسانی پیش از تاختن تازیان به ایران، بسیاری از حروفی که با ب به کار می رفت در زبان دری یعنی زبان روزی دگرگون شد به واو، مانند در باز است حالا میگن در واز، ب باز شد واو، در واز است. نبشتن شد نوشتن و از این نمونه ها زیاده. یکی از اینها نگهبانیه، این واژه سربان بود. سربان یعنی سرپرست، یعنی سپاهی که، سربازی که از درجه دار ستوان، ستوان هم از استوان میاد یعنی محکم، استوان و ستون و استوار و اینا همه یعنی محکم پای فشرده. بنابراین سروان در زبان پهلوی ساسانی سربان بوده. حالا بعضی از بانها شده واو، مثلا کاربان شده کاروان. چرا کاروان کاربان میگفتن؟ برای اینکه تمام کسانی که سررشته کارهای بازرگانی در دستشون بود، اینا کالاها و ساخته های دست خودشون رو از شهر دیگری می بردن به جای دیگه، اینها کاربان بودن و اون سرپرستشون هم که ساربان یا ساربان بود می گفتن کاروان سالار. بنابراین سروان همون سربانه. بعد پرسیدن سرهنگ یعنی چی؟ خب خیلی ساده است، من در شگفتم که اینو برای چی پرسیدم. سرهنگ فرمانده یک بخشی از سپاهه. در سپاه بخش‌های گوناگونیه. این تقسیم بندی سپاهیان اگر شاید بسیاری از هممیهنان ارتشی ما هم ندونن چرا مثلا یک گردان سه تا آتشبار داره، مثلا حالا اگه بگیم گردان توپخانه، بعد یک هنگ چرا سه تا گردان داره، یک تیپ چرا سه تا هنگ داره، یک لشکر چرا سه تا تیپ داره. البته حالا اومدن همه اینا را یه ارکان هم گذاشتن پلوش، یعنی آتشبار یک و دو و سه و آتشبار ارکان، یعنی اونهایی که میان اینها رو پشتیبانی میکنن. این برای نیست که ناپلئون که یکی از نوابق جنگی جهانه، این را هم باز بگم با افتخار که بررسی شده بین کارشناسان سپاهیگری بعد از بررسی های زیادی که نمیدونم از مارشال رومل و تیموشکو و مارشال آیزنهاور و نمیدونم دوگل و غیره و غیره و غیره همه شده، به این نتیجه رسیدن که دو تن جز نوابق سپاهیگری جهان هستن، یکی ناپلئون و یکی نادرشاه. حالا این اینا حاشیه هست که ما میریم. بنابراین ناپلئون عقیدش بر این بود که برای اینکه یک فرمانده بتونه مسلط باشه و به تمام شاخه های سپاهی برسه، به بیش از سه نفر نمیتونه فرمان برانه. بنابراین اون که امپراتور بود در بالا می نشست سه تا ارتش بود داشت، چون میگفت یه نفر فقط به سه نفر میتونه خوب فرمان بده و نگهداری کنه، دنبال کنه کار رو. بیشتر باشه ممکنه از عهده بر نیاد.
بعد اون سه تا هر کدومشون هر ارتش بودی به سه سپاه میتونستن فرمانده بدن. بنابراین این سه تا سپاه بود داشتن، هر کدوم از اونها سه تا تیپ داشتن، هر کدوم از اون تیپ فرماندهان تیپ سه تا گردان داشتن، همینطوری میومد پایین. این بررسی رو در کشورهای دیگر هم آمدن انجام دادن، ولی البته گفتم حالا یکی یک ارکان هم گذاشتن برایشون چهار تاش کردن. در هر حال این فرمانده بخش یک بخش از سپاه که هنگ هست، فرماندهش میگن سرهنگ. بعد پرسیدن سرلشکر، من در شگفتم، خب معلومه وقتی سرهنگ فرمانده هنگه، سرلشکر هم فرمانده لشکره. اما پرسیدن ارتش بود یعنی چی؟ خب اینجا یه خود عوض میشه، اونا سر بود، سرتیپ، سرلشکر، نمیدونم سرگرد، سروان، سرهنگ، حالا شده ارتش بود. این بود از کجا اومده؟ بود در زبان پهلوی ساسانی پاد بوده، پاد به معنای نگهبانه. به همین دلیل کسی که در کنار خسرو پرویز بود بهش میگفتن بارپاد، و این موسیقیدان بسیار برجسته‌ای بود. پاد، واژه پاد در پارسی امروزی دگرگون شد به بود که برخی هم بد میگن، و بود، بد، بد، حالا میگن هر کدوم در گویش های مختلف میگن که نمونه هاشو میارن. بنابراین بار پاد شد بار بود یا بار بد، هر دوش درسته. بعد ارتش پاد یعنی نگهبان ارتش، این شد ارتش بود. کالب پاد، کالب همون قالبی که ما میگیم و به غلط میگیم قالب، یه بس چیزی درونش قرار میگه میگن قالب. این قالب ریشه فعل ریشه واژه پارسی کالبه، که همین کالب هم به کیوب تبدیل شده و رفته به زبان فرانسه و کوب و کیوب و اینا میگن. اون حالا وارد اون جستار نمیشی. کالب پاد یعنی نگهبان قالب که شده کالبد. پیشوایان کیش زرتشتی رو موپاد میگفتن، موپاد، چون اینها تاکستانهای رو پرورش میدادن برای گرفتن شراب، و این موپاد بهشون میگفتن. این موپاد شدن موبد یا موبد یا موبد، هر دوش همه اینها درسته، حالا فرق نمیکنه. بنابراین ارتش پاد شده ارتش بود، سپه پاد هم شده سپه بود. امیدوارم اون کسی که این پرسش ها رو پیام فرستاده بوده، پیام تلفنی داده، الان بشنوه این پاسخاشون. پرسش واپسین ایشون بوده که پاسبان یعنی چی؟ چون میدونیم بان یعنی نگهبان، پاس چیه؟ اینم در اینجا باید بگم پاس یک جا به معنای احترامه، ما فلان کس رو پاس می‌داریم، یعنی احترامش رو نگه می‌داریم. یک جام یک هشتم شبانه روزه، یعنی سه ساعت. در زبان پارسی کهن سه ساعت رو می‌گفتن پاس. بسیار شنیدید می‌گفتن سه از شب، پاسی از شب گذشته. پاسی از شب گذشته یعنی سه ساعت از غروب گذشته. پاسی پس از نیمی شب، یعنی سه ساعت بعد از نیمی شب. اون وقت کسانی که ایستادن برای نگهبانی، اینا هنوز هم هست، سه ساعت نگهبانی می دادن، به اینا می گفتن پاسبان. اینایی که از کلانتری ها می فرستادنشون در بخش های مختلف کوی ها و برزن ها، سه ساعت نگهبانی می کردن، سر سه ساعت باز می گشتن، دیگری می رن. چون سه ساعت یک پاس بود، بنابراین به اینها میگفتن پاسبان. در ارتش به اینها میگن پاسبخش، یعنی هر بخشش سه ساعت هست. و این پرسشایی بود که این هممیهنه ارزمند کرده بود. بیننده دیگری پرسیده بوده سرنا یا سورنا یعنی چی؟
ببینید دو گونه نواختن نی بوده در زمان کهن. یکی نی بوده یا نای بوده بسیار پرصدا به نام سور نای. سور یعنی میهمانی، جشن، شادی و خرمی. سورنای که یه هم داشتش که نظارتم مهم نیست، سورنای یعنی نای که برای جشن و سرور و شادی و خرمی نواخته میشه، برای میهمانی، برای شادی. اینو حالا سورنای شده سورنا، همون سورنایه. و دیگری کارنای بوده. اگر دقت کرده باشید به جنگ ها کارزار هم میگن. یکی از معنای کار یعنی جنگ. وقتی شما میرید سر کار دارید میجنگید با بیپولی، میجنگید با فقر، میجنگید با نداری و مستمندی. این کارنای در موقع کار، در موقعی که صبح شیپور میزدن که بلندشن کار انجام بدن، یا جنگی در پیش کارنای میزدن، به اون برای زمان جنگ بوده که اون هم شده کرنا. کارنای امروز در گفتار و گویش ما شده کرنا، یهش هم نمیگن. پس سرنا و کرنا رو معنیشو گفتیم. یک نفر از هممیهنان پرسیده بوده پاکر یعنی چی؟ من ندیدم این واژه رو در هیچ جا. به نظر من این واژه پارسی نیست، حالا شاید جز گویش های دیگه زبان‌های ایرانی باشه، مثل بلوچی، کردی، لوری، نمیدونم، ولی در فارسی من این واژه رو ندیدم. واپسین نیست. یکی بمونده به واپسین پرسیدن که نوشیروان یعنی چی؟ آیا مگر الف در آغاز یک واژه بیاد معنی او رو برعکس نمی‌کنه؟ نکته جالبی رو انگشت گذاشتن روش. ببینید برنا در زبان پارسی یعنی جوان، مرد جوان رو میگن مرد برنا. خیلی خوب، ابرنا در زبان پارسی پهلوی ساسانی یعنی پیر. کج در زبان پارسی میانی همون پهلوی ساسانی به معنی کج مخالف راست. اکج یعنی راست. یک بار هم گفتم دوستی داشتم به نام اکج، ورزشکارم بود و قهرمانم شد، فامیلش اکج بود یعنی راست. حالا این بیننده و شنونده این آگاهی رو داشته که ا ممکنه حرف رو عوض کنه، ولی نه در همه جا، نه در همه جا. برخی از واژه هایی که به هم پیوستن و پیوندی هستن ممکنه ا پیشوند عکس باشه، ولی برخی از واژه ها الف در درونشه دیگه، اون رو که نمیشه گفت که واژه را عوض میکنه. اون نه، اون عوض نمیکنه. مثلا استر، استر یه واژه بسته است، ترکیبی نیست، پیوندی نیست. حالا ایشو پرسیدن نوشیروان یعنی چی و انوشیروان یعنی چی. پیش از هر چیز باید بگم که انوشه یا انوشه فرق نمیکنه. این شهی که تش اومده به معنی شاه نیست. انوشه یا انوشه یعنی خوشی و شادی و خرمی. انوشه خوشی، شادی و خرمی. و پادشاهان نوجوان رو بهشون انوشه میگفتن، یعنی شاه جوان. انوشه هم میگفتن بهشون. به معنی شاه گفتم حتما نمیده. انوشه هم که بگن یعنی شاهی که تازه به شاهی رسیده. اون شه یا شه مفهوم شانی، مفهوم خود لغته. این الف جز خود لغته. بعد اسمی انوشیروان که ما میگیم در آغاز انوشه روان بوده یا انوشه روان بوده. انوشه یا انوشه یعنی کسی روان هم پشتش میومده، یعنی کسی که روحش، روانش شاد و خرم و خوش. انوشهروان از اینجا. بنابراین همین انوشهروان رو بعد به واژه دیگری چسبوندن و اون نوشین بود. نوشین هم به معنای شیرینه،
به معنای دوست داشتنیه. بنابراین نوشین روان هم گفتن بهش. پس انوشهروان، انوشهروان، نوشین روان، همه اینها نام خسرو انوشیروان بوده در آقا. بعد کسانی اومدن اصلا انوشیروان گفتن، یعنی انوشه و انوشه روان رو کردن انوشیروان، واژه رو به هم فشردن. بنابراین نوشیروان، انوشیروان، انوشهروان، انوشهروان، انوشینروان، همه اینها درسته و نام یک نفر بوده. و پس این پرسش این بیننده از من پرسیدن هما یعنی چی؟ هما نام مرغ سعادته. همین. من از وارتان ارجمند خواهش میکنم یه سرودی آگه یه چیزی بگذارن، برگردیم بریم دنبال نقش یه در زبان پارسی رو بگیریم. در هفته پیش یک جستاری رو آغاز کردم، نقش بندواره یه در جایگاه پسفند در زبان پارسی. همین حرف یه که واپسین بندواژه الفبای ایرانیه. و گفتم که در پهلوی ساسانی 21 نقش داشته این، ولی در پارسی امروزی ایرانی ها این رو سبکتر و نرمترش کردند و به 16 تا رسوندند. نخست یاد کردم گفتم از نام و ذاب، یعنی از اسم و صفت و اسم فاعل، مصدر یا حاصل مصدر می سازه، مانند نازک، صفت نازکی، یعنی صفت یعنی نرم بودن. بزرگ، صفت بزرگی، یعنی بزرگ بودن. پاکیزه، صفت پاکیزگی. و نمونه هایم از اسم میاریم، مرد، مرد نامه، مردی یعنی مرد بودن، مردم نامه، مردمی یعنی مانند مردم بودن، به سود مردم بودن، کشور کشوری، سپاه سپاهی و دیگر. دومین نقش که اینا همه در هفته پیش به گستردگی گفته شد، از نام ویژه یعنی اسم خاص و نام همگانی یعنی اسم عام، معنای وابستگی رو پدید میاره. روم اسم خاصه، رومی یعنی وابسته به کشور رومه. تهران، تهرانی یعنی اهل تهرانه، وابسته به تهرانه. خاک، خاکی. آلمان، آلمانی یعنی وابسته به آلمان، اهل آلمانه. و زرتشت، زرتشتی و مانند اینا. سوم، به دنبال زاب یا و نام میاد، یعنی به دنبال اسم و صفت میاد و ریخت ناشناخته میده به واژه، یعنی منظور این که ما نمیدونیم این کیه، این یه وقتی میاد. براتون مثال میزنم، فرماندار نام یک نفره یا زاب یک نفره، صفته. فرمانداری، فرمانداری یعنی فرمانداری به فلان جا. ببخشید من اونو بعد به عنوان اینطوری یه رو گفتم که خواسته مستری می اومد براش، باید گفت فرمانداری به خانه رعیت رفت. فرمانداری اینطور که میگیم یعنی یه فرماندار که نمیدونیم هم کیه. پادشاهی پسر به مکتب داد، یعنی یه پادشاه معلوم نیست کیه. اینو در زبان دستور تازی گرایانه میگن نکره، اسم نکره یعنی اسم ناشناخته. وقتی میگن فلان کسو من دیدم با یه آدم نکره ای را میره، نه اینکه گردن کلفته، نه، یعنی آدم ناشناسی بود، نمیشناختمش. کاردان، این زابه، صفته. کاردانی یعنی یه کاردانی که من نمیشناسم. حافظ میگه دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش، یعنی یه کاردانی گفت
معلوم نیست کی بود، یا نمیگم اسمش کی بود، که از شما پنهان نباید کرد سر می فروش گویا یه همچیز بود. دومش باشه، یه جمله میگم که تمام اینهایی که گفتم توش نهفته است. گدایی تهرانی در شهری گدایی میکرد. گدایی تهرانی در شهری گدایی میکرد. اون گدای اول، گدایی یعنی یه گدایی که نمیشستیمش کیه، اسم نداره، یه گدایی بوده. پس این یه گدایی یعنی یه گدایی که نمیشستیمش. تهرانی یعنی وابسته به تهران بود، اهل تهران بود. در شهری باز یعنی شهری که نمیشناسیم کیه، گدایی میکرد. این یکی که اینجا اومده یعنی مستر کرده، یعنی گدایی کردن، عمل گدایی رو انجام میداده، میکرده. خب چهارمین، به پایان مستر میچسبه در کاربرد شایستگی و در خور بودن. مانند چی؟ مانند شنیدن، شنیدنی. میگن سخنان فلان کس رو شنیدی؟ میگه نه. میگه شنیدنی بود، یعنی در خور شنیدن بود، شایسته شنیدن بود. ببینید مستر اصلا دست نمیخوره، شنیدن میاد، یه تش میاد فقط. خوردن، خوردنی یعنی شایسته خوردن. بیا این غذا بخور، خوردنیه یعنی شایسته خوردنه. دیدن، دیدنی. فلان فیلم رو دیدی؟ نه، برو ببین، دیدنیه. این یه بر اونجا رفتن، رفتنی و مانند اینا. پنجم، به دنبال نام میاد و معنای دارندگی رو میده. یعنی چی؟ میگن این فرد مرد هنریه، هنری یعنی هنرمنده. فلان کس جنگیه، یعنی حالت جنگی داره، وجودش جنگاوره. دارندگان گنج رو در زمان ساسانیان میگفتن گنجی، کسی که از طرف فرماندار یا شاه برگزیده میشد برای نگهبان گنج، گفتن گنجی، مثلا اورمزد گنجی یا هرمز گنجی. ششم، به دنبال فعل در دوم شخص مفرد یا نهاد دوم تنها میاد و وابسته میکنه اون فعل رو به دوم شخص. مانند چی؟ تو رفتی. این یهی که میاد تای ریشه فعل رفت، یعنی عمل رو به دوم شخص مفرد، نهاد دوم تنها نام میده. تو آمدی، تو دیدی. تمام این یه هم برمیگرده به تو، به دوم شخص مفرد. و در بیشتر جاها این نهاد و ضمیرش هم نمیذارن. رفتی خانه احمد؟ رفتی یعنی تو رفتی. فیلم دیشب رو دیدی؟ اون یک میاد به دوم شخص برمیگرده و شاعر میگه ای که گفتی. ببینید نمیگه ای که تو گفتی، میگه ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست. گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. میگه تو که دیدی، میگه ای که دیدی، ای کسی که دیدی، یعنی دوم شخص. خب این ششمی بود. هفتمی، به دنبال ریشه گذشته مصدر میاد، معنای همیشگی و دائمی رو میده. اولا ما ریشه گذشته رو گفتم، میدونیم دیدن زمان حالش میشه بینیدن، رفتن رویدن، گفتن گوییدن. مردی، اینو حالا براتون توضیحش میدم، این جمله رو میگم خودتون پیداش میکنید. مردی همه روز به بینوایان
دهش کردی یا دهش کردی و از این کار خود خرسند بودی. مردی اول اون نکره است، یعنی ناشناخته است، یه مردی به بینوایان دهش کردی. اون یهی که میبینید معنی همیشه گیر میده به این سخاوت این مرد. دهش کردی همیشه کمک میکرده به بینوایان و از این کار خرسند بودی، یعنی همیشه خرسند بوده. این یه در اینجا معنی همیشه گیر رو میده. ببینید به هیچ از یه آیه قبلی که گفتم مانند نیست. در این جمله سعدی نگاه کنید، نخوردی که خاطر برا سایدش، ندادی که فردا به کار آیدش. نخوردی اول هم معنی همیشگی میده، یعنی هیچ وقت نمیخورد، همیشه در حال نخوردن بود. ندادی که فردا به کار آیدش، به کسی هم پول نمیداد برای که میخواست فردا نکنه به کار بیاد. ندادی این یهی که میاد یعنی هیچ وقت، یعنی همیشه پول نمیداد به کسی، همیشگی منفیه. یا میگه گرانها که میگفتمی کردمی، نکوسیرت و پارسا بودمی. تمام این یه ها که میاد اینا یه های همیشگی و پیوستگیه. اگر آنهایی که میگفتمی، که همیشه میگفتم، کردمی یعنی همیشه انجام میدادم، نکوسیرت و پارسا بودمی، یعنی همیشه دیگه نکوسیرت و پارسا بودم. ببینید بودمی، گفتمی و کردمی، اینا همش معنای همیشگی و دائمی رو میده. بنابراین یک بار دیگه اینو چک میکنیم، نخوردی همیشگیه، میگفتمین همیشگیه، ندادمی همیشگیه، کردمی و بودمی، همه اینها در کاربرد همیشگی اون فعله. اینو دیگر توجه داشته باشید، بنگرید به این نکته که این می، که این یه پایان دنبال فعل فقط میاد، هرگز دنبال نام و زاب و غیره نمیاد. اگه بیاد اون معنی هایی که در قبل گفتم میده. ببینید تمام اینا رو که من نمونه براتون گفتم، تمام اینها بیچون و چرا مسترن، یعنی ریشه فعلن. گفتمی، کردمی و بودمی. من از آقای وارتان خواهش میکنم اگر در اتاق فرمان تشریف دارن تلفن اتاق پخش رو بذارید. من هر ماه، یعنی هر بار میخوام با بینندگان گفتگو بکنم، بدبختانه زمان نمیرسه تا این جستار هشتم رو بگم که نیمی از این نقش یه رو گفته باشم. هشتایی بعدیش رو در هفته آینده خواهم گفت. هشتم، گاه به هنگام فرمان دادن در پایان نام فرمان گیرنده به کار میره، مانند ای سربازی که برای جانبازی به پا خواسته ای. این به اصطلاح خطابه که به اون شخص گفته میشه. یه جانبازی به دنبال جانباز از فاعل کارواژه گرفته میشه. الو بفرمایید. الو سلام علیکم، من انقطاع هستم. درود بر شما، بفرمایید. من انقطاع هستم. خوبه، سلام علیکم. درود بر شما، عصرتون بخیر. خواهش میکنم، بفرمایید. حضورتون بخواهم بفرمایید که شراره اسم فارسیه یا عربیه؟ بله، اسم تازیه، برای اینکه شرار، بله، شرار یعنی اون شعله ی آتش، بله، که در فارسی اخگر میگن. اون هی هم که میاد هی مثلا ماده بودنه، هی زن بودنه. شراره یعنی زنی که مانند شعله ی آتش میسوزانه. ای مؤنث، بله، بله. فردوسی در شاهنامه میگه بسی رنج بردم در این سال سی، بله، عجم زنده کردم بدین پارسی. بله، منظور فردوسی اینه که آیا در فردوسی لغت عربی هم به کار رفته یا نه همش فارسی و فارسی؟ خیلی تازی به کار رفته.
ولی نسبت به میزان شعر ببینید 60,000 بیت فردوسی شعر گفته. بله. 60,000 بیت و در این 60,000 بیت فقط 300 واژه تازی به کار رفته توش. بله. یعنی بله. چی؟ تشکر میکنم. یعنی بله. هر 2,000 خطی که گفته یه واژه تازی توش بوده. بله. خیلی تشکر میکنم. خواهش میکنم. الو بفرمایید. ببخشید با استاد من انقطاع هستم. درود بر شما. بفرمایید. سلام عرض کردم. درود بر شما. خواستم ببینم که کلمه فرید ایرانیه یا غریب. بلندتر بفرمایید ببینم چی. فرید نمیدونم منظورتون فه و ره و یه و داله. بله بله فرید. بله بله این فرید دال. بله در زبان تازی به معنای یگانه است، به معنای یگانه، ولی این فرید رو ما در زبان پارسی هم داشتیم، یعنی در زبان پهلوی ساسانی که اصلا عربی درش نبوده واژه فرید رو ما داشتیم و به کار می رفته، بنابراین یه ریشه فارسی هم داره. بله الو خیلی ممنون. فرانک چیه استاد؟ فرانک؟ فرانک بله. فارسیه 100%. فرانک مادر فریدون بوده دیگه، اون فارسیه. چکرم خیلی ممنون. خواهش بکنم. خواهش بکنم. الو بفرمایید. درود بر شما. به درود بر شما استاد ارجمند آقای نوشا مهدی زکایی. من دارم می دیدمی و می آموختمی. شما بزرگ بوده ای. شما هستین و واقعا برنامه آموزنده است. خواهش می‌کنم. این تلفن رو کردم به خاطری که کمی برافروخته بودیم در آغاز برنامه درباره پرچم. بله بله. نه ناسپاسی برخی از مردمه، اگر نه پرچم رو که ما میپرستیم. بله. من اینطور تعبیر نکردم، این پرچم ما نشان دیرینه ما. آفرین. وین شیر نمایانگر پیشینه ماست. بله. وابسته به هیچ دین و آیینی نیست، تصویر هزارها فرازینه ماست. آفرین. باید به عرضتون برسونم اگر کسانی تلفن میزنن و یادآوری میکنن که احتمالاً سهلی شده، خطایی شده، کوتاهی شده و پرچم گذاشته نشده، دلیل عشق اوناست. اینو برعکس ببینین، یعنی میخوام بگم شاید این حس و شوق میهن پرستی و نام وطن و وطن پرستی بعد از رضا شاه کبیر بیشتر رایج شد. در روزگار ما هرچی سختی بیشتر میبینیم و هرچی ترس داریم از این که این جام مرصع رو از دست ما بگیرن و بشکنن، اون موقع است که دست دلمون میلرزه. در روزگار گذشته مهم نبود که کسی پرچم رو روی میز بگذارد یا نگذارد، اما در این بول عرب بره از زمان اهمیت به سزا داره. پرچم شناسنامه فرد ایرانی است، بی هیچ توجه به هیچ دین و آیین و مذهب و رنگ و نمیدونم شمال و جنوب. من وقتتون رو نمیدونم. نه نه من اجازه بدید اصلا رهات خدمتتون هست. اگر حتما مهدی جان ولت نمی کنم. نخست این که من این رو به پای میهن پرستی نمیذارم، به جای خورده گیری هایی میذارم که برخی کسان اصلا عاشق این هستن فقط خورده بگیرن. چرا؟ به دلیل این که نبودن پرچم دلیل غیر ایرانی بودن من نیست. البته مثل این میمونه که ما یعنی میدونیم واقعا این پرچم هویت ملی ماست. البته. اما این هویت ملی یعنی اون شناسنامه ملی که ما همیشه به پیشونیمون نمیچسبونیم. البته درست میفرمایید. و همیشه هم بوده، یه بار اتفاقا نبوده. بله. بله. حالا شما حالا این اصلا مثلا این من ازت حالا که آمدی روی خط رهات نمی کنم، یکی از واپسین و آخرین چامه هاتو برای ما بخون طبعا. که به قول عرب ها حسن ختام باشه، پایانی خوش داشته باشی. داشتم با دوستی سشه. این شو این آخرین غزلیست که من در این روزهای اخیر نوشتم. شأن نزولش هم باز با قول عرب این بود که میخواستم از دوستانم در ایران که صحبت میکردم بپرسم چه خبر. دم هر سخنی بگم میتونه شنودهای جمهوری عزیز اسلامی درد سر فراهم کنه. حاصل اندیشه شد این غزل با نام پرسش خونین. درست. به به
در ذهن ممکنه به شما خورده بگیرن که چرا گفتی جمهوری عزیزا. خب این عزیز خیلی تن داره. بله من میدونم. خود شما بهتر از من میدونم. شنونده هم میدونم. بله. بگذاریم. خواهش. ای مام وطن. ای مام وطن. از تو زیاران چه بپرسم؟ آفرین. آشفتم. از گردش دوران چه بپرسم؟ از این نفسی چنبره بسته است به هر سوک، از نیش ستم پیشه ماران چه بپرسم؟ دشخیم خزان سلسله جنبان شده امروز، افشرده گلوگاه بهاران چه بپرسم؟ آفرین. از خون جوانان وطن لاله دمیده است، از لاله و از لاله از آوران چه بپرسم؟ اونجا که حلال آمده خون ریختن خلق، از باده و